واقعا بعضی هنوز فکر میکنن که طرف غربی نگران بمب اتم ایران. سیاست خارجی آمریکا که ما الان صحبت کردیم همین دیگه، یک نظمی اونجا وجود داره، یک رؤسایی وجود دارن، هدفشون ثروت و خشونت بی حد و حساب، برای همین میگن رژیم آمریکا رژیم مافیایی هستش. بیشه برجام به نظرم یک بحث اجتماعی و فرهنگی است. شما چیش رو میخواید احیا بکنید؟ یه مسئله اساسی هم اون نقطه این که آقا روش تمرکز داره. ما مترمون چه در نقد دولت، چه در کمک به دولت و چه در نظارت به دولت، تلاش برای حل مشکل های مردم باید بشه. یه موقعی میگیم فلان حلقه فاسده، یه موقعی میگیم فلان جریان های فاسد وجود داره، یه زمانی میگوییم کل ساختار سیاسی در مرداب فساد فرو رفته. ببین اینها التماس حضرت امام رو کردن پیش از انقلاب، امام یک دستخط در تایید اینا ننوشت. اینها رو یک جریان مجاز برای مبارزه نمیدونه، برای مبارزه. حالا این جریان رو در ساختار سیاسی مجاز میدونه؟ اصلاح طلب بعد گذشت 5 سال متوجه شدن چیزی برای عرضه به جامعه نداره. نشستن با کسی مثل سید حسن آقای خمینی هیچ فضیلتی رو ایجاد نمیکنه در حل کوچکترین مشکلی از مردم. در دولت شهید رجایی این جمله برای من یادگار مونده، میگه الان وضع به گونه ایست که ملت دولتن و دولت ملت است. امکان تحقق توافق خوب تقریبا وجود نداره. من اینم به شما میگم همین الان توافق بشه عمرش تا آبان ماه. من اساسا چنین ایده ای رو قبول ندارم، یعنی من چون ایده دولت آشتی ملی و اینا رو قبول ندارم. ما از اول سر بحث احیای برجام خطا کردیم، چه در دولت‌های روحانی چه در دولت‌های رئیسی. من احساس می‌کنم تو مسئله گفتمانی یک باری به دوش جریان نخبگانی ما، جریان دانشجویی ما، جریان طلبگی ما هستش اینجا کمک بکنه به دولت. من خدمت شما گفتم غنی‌سازی 20% جلوی مذاکره رو نگرفت، غنی‌سازی 20% مذاکره رو ایجاد. هیچ جای دنیا تالا مذاکره منجر به لغو تحریم نشد. ما یه مسیری رو میخواییم بریم که قبل از ما هر کشور دیگه رفته نشه نداریم. به نام آن که جان را فکرت آموخت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت همه دانشجویان، اساتید و همه بینندگان عزیز. از سری برنامه‌های گرا در تلویزیون اینترنتی خبرگزاری دانشجو با موضوع استکبار ستیزی، تسخیر لانه جاسوسی 13 آبان در خدمت شما است. در این برنامه در خدمت آقای دکتر روح الامینی هستیم، از اساتید دانشگاه، نماینده ادوار مجلس و نماینده فعلی مجلس، ادوار جنبش دانشجویی. نزدیه و دانشجویی که دیروز دانشجو بودن امروز استادن به قول خودشون و همچنان دانشجو. یه عرض ادب با بینندگان داشته باشید، بعد من سوالاتم شروع کنم. خدمت شما و دوستانی که این برنامه رو میبینن زنده یا بعدن در آرشیو سلام عرض میکنیم. کاش که مخاطب زنده ای بود، یعنی روبرویمون جمعی بود که میدونستیم با اون جمع صحبت کنیم. به امید اون روز ایشالله شما حضوری بید تو سطح دانشگاه ها، اونجا با دانشجوها خیلی مستقیم تر صحبت میکنیم. جاش خالی. آقای رولامینی، میخوایم یک گفتگو صریح و خیلی بیواسطه با شما داشته باشیم. ایامی که درش حضور داریم ایام 13 آبانه. این روز معروف شده به قول مقام معظم رهبری یوم الله و به قول امام خمینی انقلاب دوم، روزی که دانش انقلاب اول. شما تو جریان این تسخیر یا تصرف بودید و جزو حلقه هایی بودید که شاید تصمیم گیری میکردن اون موقع. یک کمی از وقایع تاریخی اون موقع برای ما بگید، برای جوانای دهه 80 که شاید نمیدونن که اصلا چه اتفاقی افتاد، دانشجوها به اینجا رسیدن. شرایط روز سیاسی اجتماعی اون روزو خیلی کوتاه برای ما بگید. اصلا میخوایم بدونیم که چرا دانشجوها اون موقع به این تصمیم رسیدن که بیان اینجا رو بگیرن. مگه فقط اینجا سفارتخونه داشتیم؟ مگر
شوروی وجود نداشت؟ مگه ما انقلابمون انقلاب مبارزه با مستکبرین نبود؟ آیا اون موقع شوروی رو ما خوب میدانستیم، امریکا رو فقط امپریالیست میدانستیم یا نه؟ یک مختصر از این بگی تا من بقیه سوالم هم بگیم. خب مجددا عرض سلام دارم. شما یه انبوهی از سوالات رو به عنوان یک سوال مطرح کردید. پاسخشم در این سالهای گذشته بارها و بارها از ناحیه بنده و دیگر دوستانمون و صاحب نظران داده شده. ما خوشبختانه قبل از پیروزی انقلاب که دانش آموز بودیم، مدرسه که تعطیل میشد بنده خودم عرض می‌کنم بلند میشد و میرفتیم کتابخونه تا غروب آفتاب، یعنی از مدرسه به کتابخونه. بعضی موقعا کتابی رو مثلا زندگی مهاتما گاندی رو میگرفتیم، یک کتاب قطور بزرگ، اینو این تا تموم نمیشد کتاب رو نمیذاشتیم زمین. و نسل ما این نسل جستجوگر اهل مطالعه، نمیگم این نسل امروز نیست، اون از به گوشی منتقل شده، ولی خب ما دنبال کتاب و مطالعه و بحث و گفتگو و حلقه های فکری و جلسات کتابخوانی و حلقه مطالعاتی و از اینها بودیم تا دانشگاه. و خب آشناییمون با کسایی که علیه منافع ملت و تاریخ ایران فعالیت کردن بسیار زیاد بود و خب پای پای انقلاب هم اومدیم جلو. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دانشجویان انجمنهای اسلامی و دانشجویان مسلمان و انقلابی دانشگاه ها در تهران تصمیم گرفتیم که چه باید کرد که کمک بکنیم به مردم. و با تعطیلی دانشگاه ها دو سه ماه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در تابستان، اوقات فراغتمون رو چگونه بگذرونیم. این گذراندن اوقات فراغت باعث شد که در خرداد 58 جهاد سازندگی تشکیل بشه که هسته اولیه‌اش دانشجویان و لیدرهای جنبش دانشجویی بودن، تو اون موقع فعال در صحنه برای خدمت به مردم. این آشنایی دانشگاه‌های مختلف و لیدرهاشون با هم در تشکیل جهاد سازندگی ادامه پیدا کرد. در اواخر تابستان 58 دفتر تحکیم وحدت شکل گرفت و این ارتباطات بیشتر شد. تو این ارتباطات که بیشتر شد، خب مسائل دائم گفتگو و بحث و کشور به کجا میره و کجا خواهد رفت و چه کمکی به ملت بکنه. من خیلی ساده و خلاصه دارم یه قطعه تاریخی رو میگم که ده ها جلد کتاب باید در موردش رمان، داستان و کار هنری بشه که متاسفانه نشده. اینم وسط پرانتز بگم، تا الان یا خیلی کم شده. این روزا بعضی برنامه‌های تلویزیون مثل اون برنامه سرچشمه رو می‌بینم که با یه عمق خاصی این مطالب رو دنبال می‌کنه، اون قطعات مختلفش رو برای هر قطعش مثلا یه برنامه میره. این که چه باید کرد به کمک ملت، به این جمع‌بندی رو دنبال می‌کردیم، مصادف شد با پذیرش شاه از سوی امریکا به بهانه درمانش، چون آواره بود کشور به کشور. و برای اعتراض به این که یه توهین بزرگی به ملت ایران بود و دخالت مجدد آشکار امریکا در مسائل ملت ما، دخالت امریکا در مسائل کشور ما مسبوق به سابقه است، 28 مرداد 32 کودتا، تشکیل ساواک سازمان اطلاعات و امنیت کشور در سال 1335 و آموزش و همکاری و کمک امریکا در مجازات، تنبیه، شکنجه در واقع انقلابیون و اقشار مختلف مردم قبل از پیروزی انقلاب. 60,000 مستشار، یک فصول مشبهی از دخالت‌های امریکا هست. خب حالا ما شطور دیدی ندیدی انقلاب که شد کاری نداشتیم، ما نه با اونا کاری داشتیم و بنا داشتیم که اونا هم با ما کاری نداشته باشن و توبه بکنن، تصحیح بکنن، اصلاح بکنن. و حتی یک بار در روزهای اول پیروزی انقلاب اینجا اومد، تا نزدیکی‌های اشغال اومد، نیروهای انقلابی کمک کردند و در واقع پاسداران انقلاب اینا خارج کرد. اون بار پذیرش شاه به بهانه درمان، یک ظاهر قصه، باطن قصه دخالت‌های امریکا در اون چند ماه بعد از پیروزی انقلاب، در اون 9 ماه بعد از پیروزی انقلاب به چه شکل شما ردی از امریکا در صحنه اجتماعی سیاسی کشور می‌دیدید. حوادثی که تو کردستان ایجاد شد، حوادثی که تو ترکمن صحرا، تو خوزستان،
تو صحنه سیاسی کشور که بعدها اسنادش هم مقداری پیدا شد، ولی دست امریکا در مداخله. چرا؟ شبکه مسلط جاسوسی رو در کشور داشت، مثل الان که بعد از سالهای سال بازسازی شده و دست امریکا رو این ور اونور میبینه. این حوادثی که این روزها دور ما هست یه مقدار در واقع به بهانه‌های مختلف تشدید میشه، یه ظاهری داره یه باطنی داره. اون باطنش از دید یه نگاه تیزبین مخفول نیست. این همینو شما تصور کنید در 58 مثلا خودمختاری خلق کرد به ظاهری داره، یا نمیدونم خلق عرب یا سیستان بلوچستان، یا مثلا اغتشاشات تو کارخونه ها اون موقع، یا در واقع تحرکات گروهک های مختلف که هنوز دست به اسلحه نبرده بودن، ولی صفبندی اختلاف انگیز بین ملت، ملتی که با یک پارچگی انقلاب کرد پاش ایستاده بود. شما نگاه بکنید به حوادث 9 ماه اول انقلاب و در اوجش عمل کرد و بی ارزگی دولت موقت مرحوم مهندس بازرگان نهضت آزادی و اداره امور کشور، اینا قشنگ رد پای شبکه امریکا و اینکه یه تجربه تاریخی ما داشتیم. عرض کردم اهل مطالعه خیلی زیاد ما بودیم و اهل گفتگو، که اون شبکه‌ای که 28 مرداد رو و شاه فراری رو برگردوند، یه احساسی به نیروهای انقلاب دست داده بود که اینا مقدمه سرنگونی یا انحراف انقلاب و بازگشت خاندان منحوس پهلوی. این چیزی رو که ملت با حالت تهوع و استفراغ بیرون انداخته، یعنی جرثومه فساد تمام عیار خاندان منحوس پلید پهلوی در رفته، این داره آثار بازگشتش دیده میشه. اینا نشانه هاش بود. خب حساس ترین گروه تو این عرصه جریان دانشجویی و جریان انقلابی بود که این ارتباطات هم شکل گرفته بود از قبل. خب حالا چه بکنیم؟ این بحثا شده بود و اینا، یه پیشنهاد شد که ما بیایم در واقع این اعتراض اونو به پذیرش شاه، بازگردوندن شاه و برگردوندن اموال غارت شده مطرح کنیم. جمع‌بندی حرکت اعتراضی این بود که پتیشن یا به قول معروف در واقع تحسن مانندی و اعلام یک بیانیه و خروج از اینجا بشه. اینه که میگین دفتر تحکیم وحدت به این نچه رسیدید یا نه خودتون؟ ببین لیدرهایی که در واقع تو این کار انجام دادیم کیا بودن؟ همین نمایندگان جریان دانشجویی بود، اما بعدها گفتیم که به اون تابلو نباشه، همونا بودیم، یعنی لیدرهای دانشگاه ها بودن، لیدرهای بچه های انقلابی دانشگاه، اما شد دانشجویان مسلمان پیرو خط امام. این پیرو خط امام هم برمیگشت به این که قاطی نشه مسائل، دو چون لیدری دانشگاه متعدد در واقع مدعی داشت تو حوادثی که یه خود سرتیتر روزنامه رو کاش که این نریشنی شما بذارید وسط این بحث، همچه که من الان دارم میگم بذارید تیتر روزنامه های اون موقع، روزنامه آقای حسین شهرداری هم نیست کیهان اون موقع، کیهان نهضت آزادی آقای یزدی این هاست، اطلاعات کیهان جمهوری اسلامی هم اون موقع بود فکر کنم، مال قبله. نگاه میکنید به حوادثی که منتهی به 13 آبان میشه، تیترهای روزنامه ها رو ببینید، ملت و کشور به سطوح رسیده بود از این بنبستی که در مسائل جاری کشور داشت، یه راهپیمایی وحدت ایجاد شد تو همین خیابون انقلاب اون موقع. الان شما از امام حسین تا آزادی بشی میگید مثلا میلیونی و باشکوه اینا، شبیه همین عکساش هم هست، یعنی همین پل فردوسی دنباله جمعیت هست. راهپیمایی وحدت امت با امام چند هفته قبلش که به ندای امام چی شد؟ لبیک بگیم که آقا وحدت لازمه، کشور تفرقه نشه، از هم پاشیده نشه. این جوابی به او بود، یک. دو، تقریبا میشه گفت هفته قبل از همین حادثه یا دو هفته قبل از این حادثه، حالا تاریخ تو ذهنم نیست، باز اون تیترا هست، امام دست یاری به جوونا دراز میکنه قبل از این حادثه برای حل مشکلات کشور، کما اینکه مسیر امام و امامین انقلاب
و رهبری از ابتدا از خرداد 42 که سربازان من همینان که تو گهواره و بعد دانش آموزان دانشجویان تا همین الان رهبری امروز جلسه داشتن با جوانان و دانشجوها و دانش آموزا اینی که اونی که موتور محرکه پای این انقلاب بوده از ابتدای تشکیلش جوانان خودش بوده در عصر خودش و زمان ما و انشالله همینجوری ادامه پیدا میکنه. خب چه بکنیم؟ یه اعتراضی که صداش به گوش جهان برسه و الا تدارک آذوقه و پیشبینی هایی که ما کرده بودیم برای یه اقامتی بوده که یه بیانیه بخونیم و بریم. آقای روحانی چرا طولانی شد؟ بعدم میگم شما برو. یه دو تا شبهه این وسط مطرحه، اینکه دانشجو اون موقع به دولت موقت اعتراض داشتن، هم اصل اعتراض ما به شیطان بزرگ بود، بزرگ یعنی بوده که بعدها این نام درش امام اطلاق کردن و مون. ببینید یه کاری که این مطالعات نسل ما و این گفتگوهای مفصل تو گوشه و کنار روزهای قبل و بعد انقلاب توی دانشگاه ها می شد همین بود که قدرت تشخیص، قدرت تمایز بالایی داشت، فرق می زاشت بین مسائل اصلی و فرعی، بین حاشیه و متن جامعه، نگاه ژرف و عمیقی بود مسائل علتیابیش. دست امریکا رو یعنی تشخیص خوبی بود. اتفاقا همین سال قبلیتون هم فهمودید خب چرا فلان سفارت خونه اینا هم مطرح شده بود توی دانشجو. حتی حالا اسم میبریم رفیق قدیمی ما آقای احمدی نژاد و دوستانشون، دوستان علم و سنت، به این حرکت نپیوستن، تک و توک فردی اومدن از دانشگاه تربیت معلم و علم و سنت و دانشگاه های دیگه، ولی به عنوان جریانی دانشگاه نیومدن که اونا ترجیحشون این بود که مثلا شوروی مثلا اینا مسیحی هم از این بحثا که حالا تاریخچه‌اش رو از زبان کسایی که تو اون جلسات بودن بعد بشنوید، من همین کلی دارم عرض میکنم. اما این نسل ما بسیار دید نافذی داشتن به تبعیت از امام، به تبعیت از منش انقلابی امام و با مطالعه که این دست امریکاست که داره این حوادثه، بقیهش دنباله است، ابعادش کوچیکتره، حاشیه است، معلوله، علت اصلی اوه و همونجا رو نشونه گرفتن. شما کجا میفهمید این درست بود؟ از آثارش در این 40 چند سال در دنیا، امروز در صحنه جبهه مقاومت، بلندای مقاومت، امروز در من یه نکته ای رو گفتم این جلسه رو نمیخوام بیام حرفامون تکراری نشه تو این چند ده سالی که ما پای کار هستیم و الحمدلله پشیمون نیستیم و اگر شرایط اون روز هم بود امروز هم همون کارو میکردیم، گرچه الان شرایط اقتضا نمیکنه و لزومی هم نداره. یه ترازوی انصاف، ترازوی در واقع ژرفناکی بگذارید عوامل مؤثر در هژمونی و قدرت امریکا رو در 58 و ما رو و الان. امریکا هنوز شبکهش از هم پاشیده نشده قبل از تسخیر لانه که به شهادت اسناد لانه اینجا ایستگاه منطقه بود، یعنی حتی مسائل یاسر عرفات و سازمان آزادی فلسطین از ایستگاه لبنان به اینجا میمد، اینجا میرفت امریکا، هاب امریکا در منطقه اینجا بود، سرمایه اصلیش اینجا بود. انقلاب تازه شده بود، ما هنوز خودمون رو جمع نکرده بودیم، یعنی هیئت دولتی که داشتیم، دولت موقت، میفرمودن که ما این سربالایی و این سرعت و اینا رو نمیتونیم. به امام ایراد داشتن که تو شما خیلی دارین تخگاز میری، توم میری، پرقدرت میری، ما مثلا گام به گام آرام آهسته اینها. مسائل انبوه شده بود و این تشتتی که به لحاظ قومیتی ایجاد کرده بودن، تشدید کرده بودن خیلی، یعنی شما تمام پارامترها و مؤلفه های قدرت رو بذارید ما در ضعیفترین نقطه بودیم نسبت به الانمون و الان ده ها صد ها برابر از اون موقع قوی تریم و امریکا اون موقع نسبت به الان قوی ترین ابرقدرت جهان بود و ادامه داد تا دهه 90 میلادی. شوروی هم که فروپاشی کرد، اصلا ادعای حلب مبارز میطلبید تو دنیا سیطره داشت و همه به فرمانش بودن توی منطقه. دقت کنی
امریکایی که در اوج قدرت بود و مایی که در اول راه بودیم با الان، فکر میکنید اینا دستاوردهای کجاست؟ اینی که اون ابهت پوشالی امریکا دریده شد، یه دو ایستادن الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم، و این هی عقب رفتن. میشه با امریکا؟ شما فکر میکنید رژیم قاسب صهیونیستی اسرائیل جنایتکار در 2-3 سال بعد از پیروزی انقلاب تا کجا رفت توی لبنان؟ جرأت کرد تا کجا رفت؟ تا بیروت. تعمونده و بقایای سازمان آزادی فلسطین را با یاسر عرفات سوار کشتی که از بیروت بیرونشون کرد رفتن کشورهای شمال آفریقا. غیر اینه مگه؟ چطور 300 تا آدم شهادت طلب اون هسته اولیه حزب الله لبنان گام به گام اینا رو عقب تا در سال 2000 اسرائیل از لبنان فرار کرد. صحبت‌های سید حسن نصرالله رو نریشن بیارید که از دویدن، نه اینکه عقب نشینی کنن ها. خروج اسرائیل از بیروت و مناطق اشغالی لبنان به شکل فرار بود. اینا مستنداش هست. این الگو از کجا اومد؟ که آیا میشه با یه ابرقدرت قدر قدرت اونجوری جهان شمول مثلا در افتاد؟ همین حرکت بود، همینجا ساده. که ما اون روز یه چند صد نفر، 200-300 هم نبودیم، دانشجوی لاقبا اومدیم، اراده کردیم این در باز شد. از دیوارم ما نیومدیم، بارها ما گفتیم یعنی خب دیگه این نماد شده دیگه. اون قیچی آهنبر 1 متری زیر چادر یکی از خواهرایی که در واقع دم در تا اونجا پوششی هم کرده بودن باز شد، وارد شدیم، زنجیر خودمون رو انداختیم و اومدیم این ساختمون رو محاصره کردیم. منم اون گوشه بودم، اگه شما این پشت این نور افکن شما اون گوشه، و یه نم بارونی هم میمد، حلقه انسانی بستیم، اینا موندن چیکار کنن که حالا تو اصل معطل کردند و اسناد رو چه کردند و اینا، ولی بالاخره تسلیم شد. در حالی که اینجا گروه کماندویی ویژه داشتن، رنجرها، تفنگدارای دریای امریکا، ما که پیششون میستادیم، عکسای ماها هست مثلا همه قدای اینقدر اینا مثلا قدشون آنچنانی، هیکلا بس بسته تسلیم شدن. نمیتونستن هم مقاومت کنن چون غسل شهادت هم کرده بودن، آماده بودن یه ده. و تو برنامه بود که اگه به ما حمله کردن شهیدامون رو دست بگیریم و به سمت در واقع تظاهرات اون روز به یاد 13 آبان 57 رو به دانشگاه پوشش کار ما انتخاب کرده بودیم و بریم. ببینید ده ها سال بعد همین، اونم باز یه نریشنتون بذارید، 70-80 تا یه تعداد زیادی 10-15 سال پیشه، عناصر فکری جامعه شناسان و اینهای امریکا میگن ما مشکلمون با انقلاب اسلامی و این مقاومت در منطقه چیه؟ ریشش کجاست؟ کجا رو بزنیم؟ اونو بیاری توی نریشنتون، انگلیسیش هم هست، یه چند صفحه ساده است. میگه این بحث شهادت طلبی، یعنی ما همه این کارها رو که بکنیم خب تازه میشیم ما مثل بقیه دنیا و سابقه های مبارزاتی سو. یه خود میره بالا یه خود میاد پایین. اونی که نمیتونن حریفش بشن بحث چیه؟ اینه که یه عده به یه نقطه فکر میکنن که پیروز بشه پیروزه، شهید هم بشه پیروزه، هر دوش فوزه. این الگو اینجا بود، درسته نشد، ولی ما آماده بودیم، که اون که تو انقلاب شد، بعدش توی دفاع مقدس شد، بعد تو مقاومت منطقه شد. شما فکر کنید شهید قاسم سلیمانی به چه جور میکشته شد؟ دو، امریکا نمیدونست هزینه داره، میتونست محاسبه نکنه هزینه شد، چرا انتخاب کرد؟ چاره نداره. اون بیانیه جامعه شناسان و اون اهل تفکری که لجنه فکری گفتن اینه، و او هی عقب رفت، عقب رفت، از این ابهتش افتاده. الان یه پیرمرد پیزوری الان که توی حیات کارخ سفید اگه 2-3 نفر دوبارش نگیرن معلومه از کجا میره. او یکی توی انگلیس داره مثلا برای ما نهره میکشه، توی 1-2 ماه 2 تا نخست وزیر عوض میشه. اینا الان ما الان دارن هنوز شاخشون انگشن، در حالی که
ده ها از این لیدرها رفتن و ما موندیم و اون مسیر مونده. چرا؟ اون نخ تسبیح ما، اون قوام اصلی ما به مکتب امام بوده، به پیروی از اهل بیت، به پیروی از سید الشهدا علیه السلام و رهبری. و اون نقطه این پیام امام به روحانیون رو بخونید در سال 67، آخرین متون حضرت امام، وصیت‌نامه حضرت امام، بحث شهادت طلبیه. چرا؟ به او ایمان داره. بحث نفع امروز و فردا نیست. خدا حفظش کنه، سید حسن نصرالله اومده بود مسجد دانشگاه تهران، با فارسی هم صحبت میکرد، من بودم پای صحبتش قبل از فرار اسرائیل سال 2000. این جمله رو یک سال قبل، دو سال قبلش گفت، او تیکه رو گیر بیاری تو مسجد دانشگاه تهران، صحبت های سید حسن نصرالله رو میگفت. شما بهش چی میگید الان؟ سختش بود کلمه معادلش رو پیدا کنه. گفت خانواده های سربازای اسرائیلی پارتی بازی میکنن. بعد خود فکر کرد یادش اومد که این بچه هاشون نرن جبهه، نرن دو صف مبارزه، ما صف شهادت طلبامون اصرار میکنیم نیایید، بس همینقدر. و جمله بعدش، این جمله رو قبل از خروج که اسرائیلی ها پیغام داده بودن به حزب الله که ما رو تعقیب نکنید، ما میخواییم خارج شیم، و ناگهانی رو تعقیب رفتن و اینا از منطقه فرار کردن، از صحنه انقلابات فراره. حالا تو فرار میخوای ناسزا نگه؟ چرا؟ میخوای چهار تا مثلا بد و بیرا نگه؟ چهار تا تحرکی نداشته باشه؟ چیز مضمونه. مسیر تاریخی این 40-50 ساله ایران و منطقه و دنیا، عقب نشینی و فروپاشی، ابهت امریکاست در اول و بعد یواشاش تو مؤلفه های دیگه. کجا پیدا میشد اون موقع که ما اینجا دست خالی اومدیم و محاصره کردیم و آماده جان دادن هم بودیم، یه بیانیه بخونیم و بریم؟ بنای تسخیر اون خودش ادامه داد و تمکین نکرد، ادامه پیدا کرد. 440 اونو واردش نمیشیم، گارا گفته شد، ولی ما اینجا برای هزینه دادن اومدیم تو. ولی اول نمیتونه اینقدر هزینه بده با اینکه هزاران میلیارد دلار تو افغانستان و منطقه خرج کرده، نمیتونه پاش وایسه به شهادت همون بیانیه متفکرینشون. یعنی دو، و این هژمونی و این شکستش از اونجا شروع شد، از این چه که دیگران الگو گرفتن، از این چه که مؤلفه‌های قدرت به گونه ایه که الان کشتی ما رو میگیره، میتونه ادامه بده، میتونه پس نده، تا قطره آخر نفتش هم باید پس بده، دو توون بده، یعنی اگه یکی بود دوتا، اگه یکی بود ده تا. خیلی از اینا هم اعلام نمیشه، زد و خوردای پنهان ما و امریکا و رژیم صهیونیستی تو منطقه و دنیا اعلام نمیشه الان. اونا هم مصلحت نمیدونن بگن، چون آبروشون میره. ولی کجا بود که تو دریاها و اقیانوسهای دوردست یکی از ما بذارن، یکی هم بخوره؟ یعنی عربستانی که بعد از ما گاو شیرده امریکا بوده، شیر نفت رو وصل کرده، دوشیده شده، تمام هزینه های ضد انقلابی منطقه رو پوشش داده، اینا اسیر یک ملتی بشه که خب مثلا ما یه زمانی رو شاخص های کشورهای منطقه تو مجمع تشخیص کار میکردیم، بحث این که در واقع ایران قله منطقه هست به لحاظهای مختلف، بعد مقایسه میکردیم وضعیت کشورها رو، تو هر شاخصی برید یمن پایین ترین کشور منطقه است، بندگان خدا. غیر از اینه 8 سال حریف نشد و الان این همون که اسرائیل میگه ما رو تعقیب نکنه، الان عربستان دست به دامن ایران شده، دست به دامن عراق شده، دست به دامن واسطه های دیگه شده. آقا ما میخواییم بیاییم بیرون از این باطلا، ما رو تعقیب نکنن یمنی ها. یا مثلا به بهانه های مختلف این 6 ماه آتش بس بوده، میخوان الان یمن با قدرت میگه آقا اینو میپذیری یا نه، جاده رو باز میکنی، بنده رو باز میکنی، رفت آمد میکنی، و الا ادامه داره به جنگ تا به جنگ. این از کجاست؟ این ریشش لانه جاسوسی، ریشش انقلاب اسلامیه، ریشش خط امامین انقلاب. رو این محور اصلی بحث منه نو که شما یک گونه دیگه نگاه کنید.
حواشی و اینکه آیا باید مثلا چه می‌کردیم، آیا باید چه می‌کردیم، آیا اگه اصل مطلب اینه، یه صحنه‌ایه که ما در حضیض قدرت بودیم به لحاظ ظاهری توی دنیا و به لحاظ آرمانی تو اوج، و امریکا به لحاظ ظاهری قدر قدرت دنیا بوده. الان بعد از 40 سال تو ترازو چی داریم؟ ما تو مقایسه تاریخی دنبال همین مقایسه ها هستیم که ببینیم اون موقع چی بودیم، الان چی هستیم، روند هامون چه شکلی بوده. اگر داریم ادامه میدیم این راه راه درستیه؟ چون یه دهی از دوستان شما جیغ و فریاد آخ درد امریکا و اسنا بشه تو منطقه. آخه بعضی از همفکران شما میگن نه ما اشتباه کردیم، اومدیم داخل سفارت، بعدن رفتن جلسه گذاشتن، رفتن این طرف شده. آقای به نظرم سلطانی بود تو همین برنامه سرچشمه، کتابی هم داره خط سازش در مورد نهضت آزادی مهندس بازرگان. من دیدم حرفای دل ما رو داره میزنه، اونی که ما عمل کردیم. باز شما نریشن برید روزهای بعد از تسخیر لانه، یعنی 14 15 16 آبان، همون دو سه روز اول، تازه صفحه آخر روزنامه کیهان اون موقع بیانیه های گروه ها رو میزد. ببین مجاهدین خلق لعنت الله علیهم اون موقع چی گفت؟ شریک های فدای خلق، حزب توده، نهضت آزادی. حالا اومدن بعد از سالها، بله اونا جوانان نهضت آزادی بودن، همکاری کردن، یه دوزوزه بازی که مثلا پیرمردا نه استعفا دادن. آقای منتظری رحمت الله علیه بعدا موضعش عوض شد. موضع ما عوض نشده، موضع اونایی که اون روز حمایت کردن عوض شد. یکی از نقاط درخشان اجماعی تاریخ معاصر ما 13 آبان و اشغال دانشجوست. آقا اون هسته مرکزی خیلی هاشون تغییر کردن. نه دقت کنید، همون موقع تو ظرف و زمان و مکانش اون که اشکال نداره، هممون تغییر میکنیم کم و زیاد، ولی تو اون ظرف زمان و مکان میبینی چیز عجیبیه. همه میگن درست کاری کردن، بهترین کارو کردن، و امریکا غلط کرد شارو پناه داد، غلط کرد پشت شاهی استاد، باید هم پسش بده. یعنی خیلی ساده است، معادله ساده ایه. و این رو همه مدعیان بعدی چالش با جمهوری اسلامی، با انقلاب اسلامی، از توی روحانی و روحانی نما و حوزویش بگی تا سیاسی و لیبرال و چپ ماویستیش، چپ نمیدونم چی، انواع اقسام. یعنی شما ملغمه از همونو ببین موضعشون چی بوده. 13 آبان 14 15 16 آرشیوهای خودشون یکی حمایت بود دیگه، نه اکثر نبود، مطلق. یعنی شما اون طرفش رو بیاری کی مخالفت کرد؟ بله بعدها که خود طولانی شد، آقا طولانی شد چرا ادامه بدیم؟ ما ندادیم خودشون. دو قطع ارتباط شد، ما قطع نکردیم، خودشون قطع کردن. تحریم نفت اونا کردن. یعنی هنوز روزهای بعد از 13 آبان نفت داشت به آمریکا میرفت، ما میفروختیم. اول یعنی مثل این قولی که ضربه خورده مونده چیکار میکنه، نره بکشه دست و راست کنه اینو، تا رسید 44 روز که اونم دیگه از حیز انتفاع حادثه افتاده بود دیگه، چیزی در واقع اسارش تموم شده بود. امام فرمودن به مجلس تعیین تکلیف کنه، مجلس هم تعیین تکلیف کرد، تموم شد رفت. و اونم عمل نکرد، عهد کرد، امضا کرد در بیانیه الجزایر که چی؟ ما در امور داخل ایران دخالت نمی‌کنیم. از اون روز تا حالا دخالت نکرده. یعنی هواپیمای مسافری ما رو 67 مردم و زن و بچه و بیگناه نام وینسنت نزد، اثرش توی جنگ نبود، تا همین شهید قاسم سلیمان و تا همین امروز، همین روزها تو کوچه پس کوچه های این کشور. و جنگ ترکیبی و رسانه‌ای که علیه ما، پولش کجا میاد؟ خانم اسمش هم آدم حالش به هم میخوره بیاره، اون خانم چی نجات اصلا افتخار میکنه، میگه من حقوق بگیرم، اصلا مهم نیست پول از کجا میگیرم، نمیدونه داره آبشخور یه لجن امریکاست، فرقی نمیکنه. مثلا مزدور بیجیر مواجب باشه باز خوبه، بعضیا مزدور بیجیر مواجب هم تو خارج، برای اینکه ابهتشون از بین نره، مثلا با سختی زندگی میکنه، این نه با جیر مواجبه. یا عربستان انترنشنال و اینترنشنال و اون یکی بی بی سی و کجا و اینا، یا هزینه داره، این کی داره هزینه میده، کجا میره؟
از جیب مبارکشون میدن، از دونیشن مثلا خیریه است. این سمت چیه تو انقلاب توی جبهه مقاومت؟ دیگه عزیزترن جونش چیه داره کف دست؟ جونشو گذاشته کف دست، بچهشو داده، برادرشو داره، پدر چند شهید داده، بازم داره میره. همین حوادث، این کارگری که تو اسلام شهر شهیدش کردن، این نابکارانی که اومدن تو خیابون و اشتباه کردن، عوضی گرفتن مدافعین امنیت رو، از خانمش میپرسه تو اون بدون تعارف شوهر شما مثلا چیکاره بود؟ بسیجی کارگره. چی دارید؟ همینه. اون یکی طلبه که زخمی شده بود، این وحوش در واقع بهش حمله کرده بوده، میگه چند متر خونتون؟ طرفای دروازه غار و اون طرفا، اون روحانی دیدید اون فیلمش رو؟ 40-50 اینا تو معادلات نوکرای امریکا و اونایی که جیره مواجهشون داره اصلا نمی گنجه. آخه یه دهی میگن که ما داریم هزینه مقابله و مبارزه میدیم، اگه سازش کنیم خیلی بهتر از اینه. چرا اینقدر هزینه بدیم؟ حالا الگوی جواب سادهش اینه که اونایی که کردن ببینید، باز من میرم رو عنصر مطالعه، عنصر حلقه مطالعاتی، عنصر جلسات بحث و گفتگو. ادعا که نمیشه که، فکت میخواد، واقعیت میخواد، دیتا میخواد. لیبی، تونس، مصر، مراکش، مصر و و بقیهش. شما همین برزیل این چند روزه با 1% اختلاف این برابر شده، یک آشوبی اونجا راه انداخت، خواهند داخت. نمیخواد این سلطه به هم بخوره. ونزوئلا یه کشور قدر ثروتمند، به چه روزش انداختن وقتی ایستاد شاوز؟ یا الان شما نگاه کنید معادلاتی که داره با محوریت اوکراین و بهانه اوکراین تو دنیا داره شکل میده. معادلات این تعبیر این مردک در ناتو یا چی اتحادیه اروپا، مسئول سیاسی اروپا بود، باغ و جنگل. جنگل تمام دنیا رو جنگلی میدونن، ما رو جنگلی وحشی، خودشون رو متمدن. و خب شما آثار و علائم این باغ و دستگلای اون باغ و جامعه شناسان، روان شناسان، خودشون، دیگران، این تحقیری که اشغال لانه اول کنه. خب من اینجوری اشاره کنم، تحقیری تا ابد و ده، تا اون که حالا طولانی نخواهد بود عمر جریان استکبار، تا وقتی اصلا این تحقیر بالا سرشون و همه تلاششون که این تحقیر رو برگردونن به سمت ما و ما تحقیر شدنی نیستیم. ما هزینه میدیم، کشته میدیم، زخمی میدیم، خسارت میبینیم، آشوبای خیابانی ممکنه به اون تحمیل کنن. اصلا اینا چیزی نیست مقابل اون چند سال اول انقلاب. چند سال اول انقلاب اینا چیزی نیست که در مقابل اونا. یعنی سبزی فروش سال 60، تابستان 60 تو همین کوچه خیابانای تهران، شما اگه با این قیافه میده شهید بودی. الان قیافه در قالب شهید زنده است. شهید زنده است. سبزی فروش، عکس امام مثلا، خانواده پاسدار رو رفته بود از خونش بیرون، صبح خانوادهش رو قتل عام کردن. این 17,000 شهید ترور، دونه دونه شون داستانشون شنیدنی، دیدنی، عبرت آموزه، عبرت آموزه. و ما مقابل این تأخیر وای نستادیم، بلکه هی اضافه شد، هی اضافه شد. همین سالهای اخیر، خب شما نمونه هاشو دارید. ما اون روز که اومدیم این تفنگدار دریایی دستش گذاشت و تسلیم شد، شما الان رو اون قایقه عکسشو دارید. همین سالهای اخیر این هماورد ندارن. بله یه موقع بزنن خودشون و ما رو نابود کنن، طوری نیست. یه فوقش اینه دیگه، بمب اتم میندازن، بمب اتم تحویل میگیرن، موشک میزنن، موشک میگیرن، آخر زمان بشه. آقا یه برچسب هم دیگه به شما میزنن، میگن شما اهل مذاکره نیستید، شما اهل گفتگو نیستید، شما همش دوست دارید با دنیا دعوا بکنید. باز دعوت میکنم به مطالعه، به فکت، به دیتا، به اسناد تاریخی. آقای مکفارلین رو کی فرستاد ایران؟ با یه انجیل و یه سری موشک و چی فرستاد؟ کجا اومد؟ کی باش مذاکره کرد؟ همین فرودگاه مهرآباد مگه نیومد؟
که دیگه اسنادش هست. توی سوئیس، تو همه اینجا وقتی ما دستمون پره، وقتی دست برتر رو داریم، وقتی استقامت و پایداری و در خودمون تردید نداریم، مذاکره چرا نه؟ ما امتحان هم کردیم. حتی رهبر معظم انقلاب که میدونه فایده ای نداره، به مستقیم و غیر مستقیمش بارها فرمودن من درش خیری دارم، ولی خب برید امتحان. یعنی یه کار اینجوری هم شد دیگه، نمونش در واقع برجام، ما بعدش، ما قبلش، الانش. هر دفعه یه آقای دیوانه تو اینا پیدا میشه، ما میگیم دیوانه، اون مراتب اداریشو طی کرده پومپئو. پومپئو مشاور رئیس جمهور امنیت ملی که میشه، یا مثلا مقامات وزارت خارجه، یا CIA، یا اون مردکی که رفت آلبانی دستبوس خانم مریم رجوی و جان بولتون. جان بولتون. بولتون نه، بولتون تو اجلاسشون رفت. من اون چیزو میگم، وزیر خارجه سابق امریکا و رئیس CIA بود، اخیراً رفت با گارد جاویدان و فرش قرمز و روسری سرخای مریم رجوی در آلمانی، تا پول میدم بهشون بعد از مسئولیتشون، ولی رفت در یوزگی. این الکی که مدارکشو طی نکرده شده رئیس CIA، بعد شده وزیر خارجه آمریکا، مدارکشو اونجاشو طی کرده دیگه. ولی ببین چقدر پوشالی تو خالیه. آیا او اطمینان داره به تا مثلا جونش رو سر شما؟ این لیست تحریمی که ما اخیراً اضافه کردیم، ما خیلی آدم های صبوری هستیم، انقلاب رؤوف، لطیف، به رحمانیت پیامبر ایمان داری، عمل میکنی. ما، حزب الله، افراد منطقه در مقاومت، همه آدم های بسیار لطیفی هستیم. شما ابعاد زندگی شهید ابو مهندس، شهید سلیمانی، شهید دقایقی که ما افتخار درکش رو داشتیم، بسیار آدم های خانواده دوست، لطیف و نام به جاش اشد و علال کفار رو همه ما یه تحریم رو تحمل کردیم. اینا لیستای تحریم 40 ساله ما رو میکنن لیست تحریم، این سازمان، این فرد، این فرد. ما اخیراً یه 4 تا دونه اینا رو گذاشتیم توی تحریم، پشت صحنه‌اش خبر نداری. به التماس افتادم تو همین مذاکرات اخیر انتهای برجام، اصلا موندن خانواده های اونایی که ما گذاشتیم تو لیست تحریم که آقا قاد، امروز هم آقا فرموده یه تیری از چله کمان خارج شده، دیر یا زود به هدف میرسه، دیر یا زود به هدف. کسایی که شهید سلیمانی رو مظلومانه، بیگوام، مهمان کشور خارجی رسمی زدن، تقاضاش باید پس بدن. ما گذاشتیم تو لیست تحریم، پدر واسطه ها در اومده، خانوادهشون آقا ما چه بکنیم، دارن هزینه میکنن در حفاظت اونا، یه کمی هم بلرزن، بترسن دیگه. ترس که نباید یه طرفه باشه که. اینور میگه فوقش من شهید میشم. به یکی از سرداران سپاه، از نمایندگان جوندار مجلس میگفتم آقا اوضاع این روزا اینجوریه، کماش 40 سال اضافه زنده ایم. 40 ساله، یعنی باید تو همون دوران دفاع مقدس، دوران انقلاب، ما این روزی که اینجا اومدیم ممکن بود اون گله ای در کنند و بخوره. اضافه ای اونایی که به این حیات دنیا لهوان و لعب چسبیدن و به هر بهانه‌ای میخوان ادامه بدن، اونای خود بلرزن. ما تازه لیست تحریم درست کردیم، کوچیکه، شاید خود بزرگتر بشه، تا بفهمن تقاص باید پس بدن، تا بفهمن که این معادله ظالم و مظلوم باید عوض بشه و جای شهید و جلاد رو با یک جنگ ترکیبی رسانه‌ای و بمباران تبلیغاتی نمیتونه جای جلاد و شهید رو عوض کنه. خیلی واضحه صحنه. به نظر من گیر اساسی این روزامون هم همینه، غبارآلودی فتنه، غبارآلودی حوادث، غبارآلودی ریز و درشت مسائل قاطع کردن. اینه که شما درشتاشو بیاری فضا روشن بشه، مظلوم و ظالم معلوم، اونی که شاهو با اون همه جنایات پذیرفته ظالمه و طرفدار ظالمه، یا مایی که اعتراض کردیم به ظالم، اونی که هواپیمای مسافر بری رو زده بیگناه انداخته ظالمه یا ما، اونی که تمام منطقه رو، تمام میلیاردها دلار رو و نفت و همه امکانات رو
فرقی نمیکنه چه اون شوروی سابقش، چه فرانسه، چه آلمان، گازش، گاز شیمیایی رو اینجوری به کار برده. رد پای استفاده از گاز شیمیایی تو جنگ جهانی دوم یا تو بعضی جنگ‌ها هست خیلی محدود. اما اینکه شما یه شهر رو بزنی، مناطق مختلف رو بزنی و هنوز آثارش جلوی چشم و ما چشممون رو ببندیم بگیم انشالله گربه بود، یعنی جنایت در حق بشریت، نه در واقع ایران، در واقع سربازان ما، مردم کرد ما تو علبچه یا ایران شهر یا پیران شهر اون اطراف اینا، یا توی فاو و آبادان و اینها، یا تو جبهه، جنایت علیه بشریت تعریف شده، وجه مشترک داره. کو پروندهش؟ کدوم دادگاه؟ حالا ما یه کمی با همون شیوه ها میخواییم دنبال کنیم. این بیورزگی دستگاه دیپلماسی و قضایی ما تو بعد بین‌المللیه که ما باید هر روز یه پرونده تو لایه باز کنیم. مرحوم مصدق دعوا شد در سر نفت مرداد 32، بلند شدن رفتن لاهه دیگه، شکایت کردن رفتن. این چه آثار تاریخی تو ذهن همه مونده. ما باید ده ها صد ها هزاران پرونده داریم با دست پر. دوستان حقوق بین الملل ما در دستگاه قضا و دیپلماسی هر روز یه شکایت در سازمان ملل، در حقوق بشر، در ژنو، در لاهه، کنوانسیون های مختلف. ما یه گذاشیم یه ضربه بزنم، یه ضربه کوچولو ما زدیم 13 آقا، آثارشو ببینید. بعضی ها میگن که آیا الان بودید این کار رو میکردید؟ نه، اون کار آثار اونو دیگه نداره، اون آثارش گذاشت. ولی من به نظرم از 13 آبان مهمتر امروز ما پرونده، یعنی این نقاب رو کشیدن از صورت استکبار و این جلاد و ظالم بودن رو و عملیات جلادانه و ظالمانه که هستن باز کردن. طرح شکایت، گفتگوی با مردم جهانه، هیسپان تیویه، پرس تیویه، کاری که من دیدم بعضیا توی خود جهادی و مثلا توی با ادعوده خودشون توی دنیا دارن میکنن خیلی ها. او رو تقویت کنه، او باید بدوه دنبال ما، بدوه التماس کنه آقا ول کنید دیگه، دستا رو ببره بالا که آبروش بره توی دنیا. فکر نکنه با یه تغییر نسل تمام شد، پرونده بسته شد، این یادش رفت، اون یادش رفت، اون یادش، نه، ورق بزنیم، باز کنیم. و کتاب‌های زیادی الان میشه باز کرد. درست. آیا رو همین ببینید، ما توی مقطع تاریخی قرار داریم که دانشجوهای امروزمون بی جایی کف دانشگاه به یه چیزایی اعتراض دارن و اون چیزایی که بهش اعتراض دارن که معمولاً چیزهایی که بنده به دولت‌های مختلف ما بوده و انجام نشده، چه نمایندگان چه دولت، ولی از شخص اول مملکت میخوان. شما حرف از بصیرت زدید، حرف از مطالعه زدید، گفتید دانشجوهای اون روز گفتگو مطالعه میکردن. این شیوهی که پیش گرفته شده برای بعضی از اعتراضات، بعضی از مطالبات، اینو شما میپسندید؟ اصلا بعد چیکار کنن دانشجوهای؟ ترفندیه که دشمنان ما با جنگ ترکیبی شروع کردن، ما نباید وارد اون بشیم، اون اشتباه ماست. اونا دارن جنبش دانشجویی رو و جریان روشنفکری رو که یه جریان همیشه مطالبه گر بوده، همیشه سمت و سوی مردم، همیشه علیه استکبار بوده، استکبار در واقع استبداد بوده، یعنی شما 16 آذر نگاه استبداد، 13 آبان ضد استکبار، و تحقیر کرده، تحقیر تاریخی، این کلمه تحقیر رو داشته باشه. اونها با لطایف الهیه دارن تحقیر میخوان بکنن جنبش دانشجویی رو که آقا سطح مطالبات بیاد به سلف مختلف، ثم ماذا، به یه شیشه شکستن، ثم ماذا، به یه هو کردن یک کسی که داره صحبت میکنه. یعنی البته این بحث طولانی نخواهد بود، بعدم عدد و عده و عده 3 میلیون دانشجو و دانشگاهی و اینا که نخواهد بود، اما
میخواد اون تحقیر رو جبران کنه که تمام بوغهاش و رسانه هاش و همه زورش رو میزنه اینا رو برجسته بکنه. این میخواد اون رو تحقیر کنه. جنبش دانشجویی که یه رگه اصلی محور این انقلاب و نظام و جبهه مقاومت و توی جهان معاصر داشته میخواد این در واقع فلاکتش رو یه جوری ماسمالی بکنه. من اینا مثلا تحقیر یعنی اووردن سطح مطالبات دانشجویی به نازل‌ترین سطح. ممکنه بعضی بگن نه تو نه متوجه نیستی، این مثلا شبیه همونه. مثلا یا شما ها نمیدونی ما داریم چه کار، مثلا این تا یه جایی برد داره. بعدش چی؟ رژیم پهلوی در گذشته برای تأخیر جنبش دانشجویی همین کارو کرد. شما حالا سنتون قد نمیده، باشگاه‌هایی که تو دانشگاه‌ها جریانات مختلط، حالا اسمش موقع میگفتن گاردن پارتی، ما ماهای اول هم که اومده بودیم هیچ کدوم از این صحوات و مقررات پذیرفته شده عرفمون که الان نبود، هم چند پله از اینی که الان میخوان جلوتر بود، ولی خجالت میکشیده. یعنی یه بار ما تجربه کردیم اینا دوره ها رو ما پشت سر گذاشتیم. اونایی که قبل از ما بودن تو دوره دانشجویی در زمان ما، سال اول که اومدیم خب سریع انقلاب شد، 57 ما اومدیم دانشجو، ولی مطالعه بکنید یا با پیشکسوتان جنبش دانشجویی صحبت کنید اون موقع چی بوده. رژیم پهلوی برای اینکه از خاصیت خالی بکنه، از خاصیت خالی بکنه جریان انقلابی مبارزین و دانشجویان، چه کارهایی میکرده؟ چیا رو ترویج میداده؟ کتاب فروشی های ما بیشتر بوده یا کاباره و مشروب فروشی و باشگاه و چیزهای فلان و اینا و از این حرفا، ولی موفق نشد. حالا شما خیلی همش بره جلو، الان بیروت تشریف ببرید، بیروت رفتید شما؟ عاصمه مقاومت دیگه، یه ضلع جنوبی داره زاهیه، یه ضلع شمالی هم داره. خب قایت اینا بشن مثلا ضلع یه گوشه‌ای، مثلا منطقه خودمختار هرج و مرج سخیف ارتباطات و جنسی و مثلا اختلاف، اون جریان بالنده انقلابی و جریان معتقد و جریانی که در کنار مردمه و فکر آحاد مردمه. مشکل آحاد مردم این کشور آن چیه؟ معیشت، اشتغال، اقتصاد، استحکام اجتماعی، عمق فرهنگی و و اینا مسئله بزرگیه تو کشور، اراده های بزرگی میخواد برای حلش. از کجا باید در بیاد؟ از تو این نسل بعدی که ما که رفتنی، از این نسل بعدی باید در بیاد؟ آقا میخوای اینو عقیم کنن؟ میشه؟ اصلا. برای اینکه ما ینفع الناس فیمکثوا فاما الزبد، میگه این کف روی آبه میره، اونی که باقی مونه اونی که بره. نفع این جامعه در حال و دراز مدت نفعش اینه که این مردم مردمی باشه زندگی ایمانی و درستی داشته باشن از ابعاد مختلف. مشکلات بزرگی هم داریم، ما هم نداریم، همه دنیا هر کی برای خودش به وار خودش داره. اینا اراده های بزرگ میتونه حل کنه، آدم های خود ساخته فردی و اجتماعی میتونه حل کنه، یا یه نسلی که دنبال مسائل پیش پا افتاده دیگه است. یعنی یه اشتباه تحلیل داری و یه اشتباه دست حریف مقابل خوندن. آیا اینا یک شبه حادث شده؟ خیر. یعنی اینا توی چند دهه اخیر برای بازسازی در واقع اون رفع تحقیرشون و اینکه ما رو تحقیر بکنن یک شبه اینجوری شده؟ زمانی که ویدئو بود و ماهواره نبود یه جوری شروع کردن، سریال سازی بعد شد،
بعد جریان خبری، بعد جریان رسانه‌ای، بعد جریان روشنفکری. مگه همین امروزه؟ دارن برداشت میکنن کاشتایی رو که سالها داشتن و زحمت هم کشیدن. در مقابل او اگه ما به او بسنده بکنیم و همونجا متوقف بشیم باختیم. چرا الان میگیم گفتگو بشه، مطالعه بشه، صحبت بشه؟ یعنی ببینیم خب این چهار تا قدم به اون طریق رفتی، مشکل اون خانوادهش، حتی خانواده اون آدمی که راهو گم میکنه. شما فکر میکنید حزب توده چجوری از بین رفت توی کشور؟ فرقان چجوری از بین رفت؟ توی زندان سران ایدئولوژی اینا گفتگو میکردن و بعد دست به کتاب شدن خیلی هاشون. درسته ما به موضع قدرتیم و ابزار قدرت هم لازم باشه دریغ نداریم، ولی ابزار اصلی ما برتری اون گفتمانه. کجا خودشون نشون میده؟ حالا نمیخواد این تشکیل بشه؟ یعنی شما میری صحبت میکنی هو جنجال چی اینا، یا مثلا میگه خب بیایید بشینیم جامعه رو، مثلا این شیوهی که الان داره توی شبکه 4 یه مقدار جاش خالی، سالها باید از قبل میشد، دو تا آدم در واقع فکور رو میاره راحت بحث میکنن. ما این کار اول انقلاب میکردیم در شبکه یه سطح دیگه. شهید بهشتی میمد با کیانوری، کیانوری در یه شنت برو اینو. بله، بعد اون یه جلوهش. چرا این کار رو تکرار نمی کنی؟ ببین از چی میترسیم؟ از حرف زدن میترسیم؟ از اینکه کم بیاریم میترسیم؟ حراسی نداشتیم. ببینید کلاس ما چریک فدایی بودیم، ما همکلاسی همون چریک فدایی داشتیم، توده‌ای داشتیم، یعنی انواع گروه ها رو من همکلاسی داشتم. کجا؟ چقدر ادامه دادن؟ آماده گفتگو، آماده بحث، آماده مناظره، همه اینا ما رو دارن یه مقدار میخوان ذهنیت ما رو در اصلی فرعی و حاشیه و متن قاطی بکنن. یعنی اشتباه محاسباتی که بعضی از دولت‌های ما متأسفانه سال‌های اخیر کردن و بعضی از دست‌اندرکاران ما تو حیطه فرهنگ، اقتصاد، تو حیطه حتی اداره دولت‌ها، دستگاه محاسباتی ما رو میخوان به هم بزنن. کاری که ما با استکبار کردیم. چطور؟ دستگاه محاسباتی امریکا در منطقه به هم ریخت و باعث شد علارغم چند هزار میلیارد دلار هزینه عقب نشینی کنه، گام به گام عقب نشینی. سر و صدایی داره ولی عقب نشینی. از لبنان، از عراق، از یمن، از ایران، از افغانستان، از همه جا به دریوزگی بیفته. اصلا قبول نداره امریکا بعضی از این، یعنی اون تعابیری که در مورد سعودیا 100 سال اینا باید برن سرشون رو بگیرن زیر کاو شیرده رو که به کار بردن، اصلا قبول نداره. ولی چاره ای هم جز اون نداره. درست. میخوام خورده فضا رو عوضش بکنم، بعد دوباره برمیگردیم اگر وقت شد. بله بفرمایید. یه خورده از خاطرات شهید دقایقی بگید و ربطش رو به جنبش دانشجویی. شما هم میدونم شما هم خاطرات دارید، همین که ربطاش وجود داره. خدا رحمتش کنه. شهید دقایقی دانشجوی مهندسی کشاورزی دانشگاه شهید شمران اهواز، الان شهید شمران، دانشگاه جوندی شاپور و اهواز قبل انقلاب بود. ایشون یه برادر خانومی داشت در آبادان، ما با هم همکلاس بودیم، به نام شهید همراهی، محمد رضا همراهی، فلفج مقدماتی، مفقود شد. بسیار به سر نازی بود، نورانی، خودساخته، اهل مطالعه. از طریق ایشون ما آشنا شدیم. ایشون دائم با کتاب سر و کار داشت. بعد خوزستان خوب ما بودیم، اینا با جریان دانشجویی و گروه‌های مبارزاتی با هم ارتباط داشتن. اینقدر ایشون به کار تربیتی علاقه داشت رها کرد کشاورزی رو، اومد علوم تربیتی دانشگاه تهران. الان دانشکده علوم تربیتی برید سالونی احتمالاً به نامشون هست و جزء مثلا لیدرهای شهید علوم تربیتیه. بعد هر موقع ما قبل از انقلاب ارتباط داشتیم هدیهشون کتاب بود، یا نمایشگاه کتاب توی امیدی آقاجاری میذاشتن. یعنی اصلا سر و کار با
کتاب، مطالعه، بحث، گفتگو. حتی تو دوره رفت ایشون سپاه آقاجاری رو، جهاد سازندگی آقاجاری، بعد سپاه آقاجاری، بعد سپاه خوزستان، بعد نیروهای انقلابی عراق رو اوایل جنگ باشون ارتباط گرفته بود. همین شهید مهندس ابو مهدی نیروی ایشون بود در اوایل جنگ. ببین رفتار تعلیم و تربیتی و عمق رابطه در واقع ایدئولوژیک فکری ایشون رو آدمایی که یکیش ابو مهدی بود که الان یه چهره شاخص اسطوره است مال شهید. یعنی شما شهید ابو مهدی رو که باش مصاحبه میکنن تنها عکسی که پشت سرشه عکس شهید دقایقیه. نم دیدید یا نه؟ ندیدید. یه مصاحبه خیلی خوبی داره اون سالهای آخرششون. حالا این شهید دقایقی با آدمی که دنبال علوم تربیتی، معلمی، گفتگوه، به جاش اسلحه به دست میگیره میره سپاه بعد رو راه میندازه که سپاه بعد میشه در واقع تیپ بعد، سپاه لشکر بعد، سپاه بعد انقلاب، در واقع پایه انقلاب الان عراق. این امریکایی که این امریکایی که الان از دست هشت و شعبی، ابو مهدی ها و حزب الله ها و انصار الله ها معذب چه بکنه، رشته رشتهش برمیگرد به یه دانشجوی علوم تربیتی، یکی از دانشجویان انجمن اسلامی دانشگاه تهران، یکی از همونایی که این تو این طراحی بودن و امثال این کار. ببین چجوریه آدمای خودساخته ای که اهل، حتی ایشون یه زمانی رفت برای طلبگی تو حوزه، منتها خب اونجا نمیتونست رها بکنه، مسئول تیپ حفاظت علما شده بود که در این ممارست اون. کی شهید شد شهید دقایقی؟ در کربلای 5 سال 65. چند سالش بود؟ 33 سال. در 33 سالگی 65 شهید شد. بعد از اینکه یه یادگار ماندنی که حالا بگو هشت شعبی، بگو سپاه بعد، از خودش باقی گذاشت. یه جوان دانشجوی جنبش دانشجویی. چیزی که ما الان باش مواجهیم اینه که تحقیر بکنن جنبش دانشجویی رو و عناصرش رو و اهدافش رو، کوچیک کنن تا از دست اینا خلاص بشن. عزیز جعفری فرمانده سپاه مگه کی بود؟ دانشجوی انجمن دانشکده هنرها و معماری تهران. حالا اگه بشنوه از آقا عزیز، من فرستادمش جبهه. چرا؟ رفیق شهید دقایقی بود. من اعزام نیرو تو اهواز بودم 59. یه روز دیدم اینا اومدن، اصلا اعزامی نبودن، خودشون اومدن، ایشون و سردار اندلیب، این دوتا لیدرای انجمن اسلامی دانشکده هنرهای و معماری دانشگاه تهران بودن، رفیق شهیده بودن. شهید دقایقی توی سوسنگه فرمانده سپاهه، اومدن اهواز از ما سراغ گرفتن، رفتم پیشون. اون عزیز جعفری مون تا همین که الان شما میدونید کجاست. بقیه یعنی جنبش دانشجویی در پیریزی این انقلاب، در تداومش، در شما بچه های لانه کجا رفتن؟ اکثرا رفتن نهادهای انقلابی، اکثر. درسته الان نام و نشانی ازشون نیست و بعضیایی مثل بنده هر سال باید بیا مصاحبه کنیم و بعضیایی که ممکنه پشیمون شده باشن اینا، ولی شما تمام این عناصری جز اونایشون که شهید شدن، 27 تا 30 حدود 30 تایی که شهید شدن، اونایی که زندن رو جمع کن بعد یه رأی گیری بکن، شما پشیمونی؟ اون کار اشتباه بود اون موقع؟ حتی چند نفر از این نامداران به اصطلاح پشیمون رو من باشون بحث کردم، میگن نه اون موقع درست بود، الان دیگه مثلا تمومش کنیم، حالا خسته شدن، فکر کنم ما همه خسته شدن یا پشیمون شدن، حالا اسم میبرن، میگن دیگه ادامه ندیم. ولی بعد از 40 خورده ای سال تک تک آدمایی که تو این موزه، این دفتر، این آقایی که اینجا به یک کشور حکومت میکرده قدم میزنن، این استمرار این تحقیره، تحقیر تاریخی آمریکا توسط یه سری
حالا نمیتونیم بگیم یه لقبا پا برهنه دانش چند دانش ساده، ولی آثار ماندگاری داشته. حالا شما بگو شهید سلیمانی، تمام تک تک این شهدایی که ما داشتیم، اینا که مؤثر بودن، اینو دارن انتقام از ما میخوان بگیرن، از جنبش دانشجویی، این حوادث اخیر، انتقام از اون تحقیر تاریخی. موفق نخواهد شد. چرا؟ برای اینکه اون ناخودآگاه عرفان، شناخت، آگاهی اگه منطبق با فطرت باشه میمونه، ادامه میده، رشد بده. مطابق با فطرت نباشه ضعیف میشه، میره. میراست. یک بازخورد، بازگشت عجیبتری ما از نسبت به دهه اول خواهیم داشت جنبش دانش. ببین من کجا به شما عرض کردم. احتمالاً باشم یا نباشم. زنده باشم یا نباشم. بعد از این تحولات اینا تحولات که نیست که حالا. بعد از این دست و پا زدن ها که ما رو تحقیر کنن، بگن شما آبان 58 این کار کردی؟ آبان 57 محصلای شما دانش، شما 13 آبان 57 من در به دانشگاه بودم، تو دانشگاه، تو مسجد بودم، بارها اینو گفتم، تاریخیه. اخیراً یکی دو تا کلیپ این چند روزه دیدم اونو نشون میده، تو همین برنامه نریشن سرچشمه است یا یه برنامه دیگه است، یه برنامه دیگه است تلویزیون، اون تیکر رو نشون میده. من اونجا بودم، دانش آموزا تظاهرات کرده بودن علیه شاه 13 آبان، بعد گارد حمله کرد، وای نظامی بهشون حمله کرد، اینا اومدن تو دانشگاه، درو بستن، تو دانشگاه گاز انداختن، یه دشت اومدن مسجد دانشگاه. اون بالای مسجد دانشگاه نوشته بود که در عهد اعلی حضرت فلان محمد رضا پهلوی مثلا خان نردبون پیدا کردن با قلم و چکش. تو یکی از این نریشن‌های تلویزیون هست، با قلم و چکش اسمشو در دوره حکومتش نابود کردن. اینا میخوان از اون انتقام تاریخی، تحقیر تاریخی ما انتقام بگیرن. حالا مثلا چهار تا روسری در بیارن، چهار تا مثلا آزادی آزادی بگن، مرگ بر دیکتاتور، این عمقی نداره چون تصنعیه. شما خودتونم ضربه خوردین از این اختشاشات و عدم امنیت. حالا دیگه بگذاریم. نه، میخوام برای اون پدر مادرهایی بگید که یه بخشی از این کنترل از دستشون در رفته، این باید خب تلاش بیشتری بکنه، فاصله نسلی که به وجود اومده، این حجمه شناختی که داره میشه، باز برای ما جدیده. شما صدر اسلام نبوده؟ پیامبر با عموهاش رابطهش چجوری بود؟ قرآن با عموهای پیامبر رابطهش بود؟ خود این بحثای آقای قرائتی رو پس بدیم اینجا. شما در همین تیپ بدر، مجلس اعلای عراق، در یک حوادثی در جبهه‌های جنگ، دوران دفاع عراقی مقابل عراقی بوده، برادر مقابل عراق، اون تو لشکر صدام، این تو لشکر سپاه بدر، ناخودآگاه پیش اومده اصلا. حالا دلیل میشه که، یعنی این که مثلا شما این مرحومی که الان مرحوم شد، آقای علی تهرانی، مرحوم شیخ علی تهرانی، برادر خانم رهبری، میدونید که پناهنده شد به صدام، بعد فحش و فضیحت کرد، بعد رفت تو اردوگاه ها، این انسجام اسرا رو، آزادگان رو بپاشه نتونست، بعد شروع کرد اینقدر که عراقی ها پسش دادن، از مرز برش گردوندن، مدت ها هم بود و الان هم خود مثلا نامی، اثری، چیزی ازش مونده؟ توی تاریخ از اینا کم داریم؟ و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، گیره بخوره با فطرت، گیره بخوره با نفع عامه مردم، گیره بخوره با تعالی این کشور، با پیشرفت این کشور، با تعالی این کشور، اون میمونه، رشد میکنه، خودش هم نشون میده. درست. حالا میخوایم یه جمع‌بندی کنیم، من چند تا اسم میخوام بگم، شما یه توضیح بدید در رابطه باش، هم برمیگرده به اون موقع، هم برمیگرده به این موقع، توضیحات شما برای ما مهمه. آقای عباس ظریباف، نامرد، نفوذی، کلامی که در واقع ما همیشه ازش ضربه خوردیم، میخوریم، الان هم میخوریم.
توی قضیه لانه و سالهای اول خب خیلی ضربه خوردیم، بعدها یه جبرانی شد، الانم به نظرم یه گوشه از ضرباتی که میخوریم از امثال اوناست. تقیه محمدی با کزا. و یعنی شما میخواید تمام این نخاله هایی که نه ببین میگم الان میگم نه الان جوابتونو میدم. من رابط دانشکده داروسازی بودم روز قبل لانه، بچه همونو صدا زدیم اس نوشتیم، فراخان عام بود تا اون حدی که مثلا اطمینان داشتیم قضیه لو نره. تو اون 200-300 نفر ما خیلی هم من یه روز تو همین اینجا لانه رد میشدم، یه اعلامی از یه گروه هکی دیدم، جنبش مسلمان مبارز آقای پیمان اعلامش دیدم این گوشه. خب مثلا یه طرف هوادار بوده تو لانه هم بوده و ورده بود به این دوستمون آقای حبیب بیطرف که از شورای مرکزی رهبری مرکزی لانه بود و رفیق ما، رفیقمون هم هست الان زن خدا حفظش کنه، در اومدم گفتم چی اینا اصلا اونه؟ یه عینک گروهی تو بردار اصلا خیلی حساسیت نبود شاید اون موقع، اینقدر گفتگوها و تحمل بالا بود وجه مثبت شما بگه نه نفوذشو، هر چیزی دو وجه داره دیگه، تسامح و تساهل تو ارتباطات جریان دانشجویی بعد از که حوادث پیش اومد اینجوری شد، ولی مثلا خیلی چیز نداشت تا یه کسی از مرزهای خطوط قرمز اخلاقی ایمانی انقلابی رد نمیشد. و هاکزا یه دعوتی کردن دانشجوی مسلمان پرخراب از جنبش‌های آزادی بخش جهان، دعوا بود اونجا که این منافقین هم اونجا بیان نیان، سال 58-59 بود دیگه، 60 نبود که اینا دست به اسلحه بشن و اون ناپاکی و خبث درونیشون بیرون ریخته باشه، عیان شده باشه. حالا هی بپرس دیگه، حالا موسی خوینی ها ما اینجا توی این حیات نماز خوندیم خدمتشون، یکی از عکس‌های یادگاری داریم در حالت قنوت. موسوی خونی ها خودش نبود، عنوان رابطه ما با امام و کسی که به حضرت امام دسترسی داره بود و جزء به اصطلاح در واقع روحانیون انقلابی که خب سالها هم خدماتی به کشور داشتن و انشالله در مسیر انقلاب احیا بشن و ادامه بدن. ما هنوز امیدواریم به فضل الهی، همچنان امیدواریم بشیم. یأس از جنود شیطانه. آخه خیلی اتفاقات اون موقع رقم خورده و از زبان همین آدم‌هایی که داریم اسمشون رو میبریم بیان شده و همین که امام میدانست نمیدانست، امام موافق بود مخالف بود، دعوای زرگری بود. ولی ابهت این جریان گذاشتیم رفتیم به حواشی و جزئیاتی که خیلی تو این سرگذشت کلی تأثیری نداره. میگن حالا امام اطلاع داشت نداشت، من میکردن امام روز بعد فرمودن در ایران انقلاب است، انقلابی بزرگتر است، انقلاب دیگر فرمودن، خوب جایی رو گرفتید، نگرش دارید. تمام. حالا به نظرم به اون شاهراه مسیر اصلی و اتوبانی که این حادثه و اونو بیشتر و این کم گذاشتیم، چند تا فیلم ساختیم، باید ده ها سریال فیلم، کار هنری، کار داستانی، کار مستند میکردیم، کم گذاشتیم. هی هر سال آدم 13 آمان که میشه شما ما رو صدا میزنیم جایی چیز خاطره میگه و میریم، برای که روی اینا خیلی میشه کار کرد و به نظرم جنبش دانشجویی به خاطر حفظ این هویت تاریخیش که متعلق به اوه، این جزء جدای ناپذیر جنبش انقلابی و جنبش دانشجویی کشوره، اینو دست بگیره احیا کنه خارج از چیزای مرسوم حکومتی یا امکانات نظام. ما انگیزه میشه. شهید محسن وزوایی رحمت الله علیه، خب یه بیانیه خوبی ایشون خونده روز دوم. ببینید خیلی بیانیه جالبیه که اصلا اشاره مستقیم میکنه به اینکه ما دانشجوها به این بصیرت رسیدیم، به این نتیجه رسیدیم که باید بیایم اینجا رو بگیریم. خب اینا کمتر ترویج شده، کمتر ترویج شده. ببین وقتی از دو سه روز اول گذاشت و معلوم شد موندنی هستیم، تقسیم کاری شد،
یه عده توی حفاظت گروگان ها بودن، یه عده توی رسانه بودن، یه عده توی اسناد بودن، بخشای مختلف. اونا رو اگر در واقع بیشتر ثبت و ضبط هستن افراد، گروه های مختلف به تفکیک بیاد، یعنی از گروه اسناد زیاد گفته شده، بعد خود این شهدای مختلفی که مثل شهید ترکاشفند، حالا نام‌آورانشون زیادن، مثلا ارم الهدا، وزوایی، برامینی، رجب بیگی بیشتر، مثلا خب دیگه اونا رزق و روزیشون بیشتر بوده، ولی یه شهدای مثل ترکاشفند، دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، جیسا تمی، اینا اسماشون کمتره، اینها هم آثاری دارن، گفتگویی دارن، صحبت دارن. تو این زمینه‌ها اونا دار قفلت کردیم، کمکاری شد. درست. خب میخوام جمع‌بندی کنید و تو جمع‌بندیتون حتما به ما اشاره بکنید که بالاخره جوان نسل امروز با جوان نسل دیروز هیچ فرقی نداره، بلکه بهتره. خیلی اشاره منتره ابزار اینجا توی این تعمیرگاه لانه توی این که اونورتر هست یه دهنه بود با یه دستگاه پولکوپی فوتوکوپی اینا. این ابزاری که الان رسانه‌های اجتماعی و اینترنت و دنیای مجازی یا واقعیت مجازی در اختیار این نسل هست، این ابزار در اختیار ما نبود. دشمن داره از ما ابزار به خوبی استفاده میکنه، ما کم میگذاریم. این نسل کم از اون نداره، متفرق ذهنش، پراکنده است. اصل همینی که من دارم میگم این مهمه، حرف منم نیست، حرف رهبریه، حرف عقله، حرف تجربه است، حرف تاریخیه. فروع اصول، حاشیه مت، پراکندگی تمرکز، والا ابزار و امکاناتی که در اختیار داره کمه، خیلی بیشتر از اون. ما اون موقع اینجا رو گرفتیم که خود حادثه مثلا صدا کنه تو دنیا که بشه یه بمب خبری علیه جنایت امریکا در پذیرش شاه. الان ده ها صد ها سوجه از جلوی جنبش دانشجوی رد میشه، غافل ازش، و اونا میتونه کار بشه. حالا این راهی که بعضی از جنبش های دانشجوی معتقدن که حالا توضیح دادید، ولی میخوام خیلی شفاف بگید کوتاه که حالا الان هم اگه بخوایم یه کاری بکنیم باید بریم مثلا سفارت، هرچی که آخ دشمن بیشتر در بیاد، اون جیزش در بیاد، یعنی با گرفتن سفارت در میاد؟ نه، الان این خیالش نیه. ده تا سفارت امریکا تو عراق هم بگیرید، اما اگه مردم عراق اختیار نفت و گازشون رو در اختیار گرفتن، اختیار آموزش عالیشون رو گرفتن، اختیار صنایع مختلفشون گرفتن، اگه ما دانش بنیان هر چی که داریم در طبق اخلاص بدیم به یمن و عراق و لبنان، پولش هم میگیریم، البته خوبم میگیریم، مفتی هم نه، ولی مسلحشون کنیم اونا رو به ابزار علم و تکنولوژی و فناوری و پزشکی و غیره، آخ امریکا در میاد، جیغش فریادش در میاد. هر جایی که اون رو تحقیر بکنه، هر جایی که دردش بیاد، چجور اون میخواد یه جایی ما اثر بذاره که ما دردمون بیاد؟ به مقدسات ما توهین میکنه، ما توهین میکنیم نه، ولی عرصه رو ازش گرفتن تو اثبات. ما فکر بیل و کلنگ و آبادی روستاها بودیم اول انقلاب، جهاد سازندگی، جنبش دانشجو این کار کرد. الان گروه های جهادی شبیه اون داره این کار میکنه. خب نه، یه سطح بریم بالاتر، دانش بنیان ها علم، یه سطح بالاتر. این اگر بشه شاه کلید و شاهراه همه ایناست، یعنی اون خودباوری که امام فرمود. ما یه مصادیقی براش داشتیم تو این 40 خورده ای سال، این هویت طلبی، استقلال طلبی، این عزت طلبی، استکبار، ما یه سری کلید واژه هایی داریم، شاه کلید هایی داریم. مصداق و مصادیق اینا یه زمانی داشتیم، مال زمان ما بود. ما نمیگیم شما مثل زمان ما عمل کنید، به زمان خودتون و بلکه جلوتر. آقای دکتر عبدالحسین روح‌الامینی اگه برگرده به
41 سال پیش، 42 سال پیش باز همین راه رو میره؟ راه انقلاب، راه اسلام، راه شیعه اهل بیت، اثناعشری بودن، راه امام حسین، راه شهدا، راه امامین انقلاب، قطعا مصداقش هر چی که بشه، شاخصش ولایت فقیه، رهبری و امهاتی که وجود داره و این مسیری که تحقق ظهوره. مگه ما تو این قطعه تاریخیه که صدها سال ازش گذشته و نمیدونیم که انشالله به ظهور حضرت میشه، ما یه قطعه کوچی کشیم. اما میتونه همین مثالی که من در مورد شهید دقایقی زدم، یه جوان بچه خیاط، خونهشون یه اتاق دو اتاق هم بیشتر نداشت، یه بچه خیاط امیدیه آقاجاری دانشجو، شما میگید یک کشور و یک جر، یعنی شما الان مثلا میگید ما او در چین، میگید بنیانگذار انقلاب، مثلا کی تو کدام الان انقلاب اسلامی عراق گره خورده با هشت و شعبی، مجلس اعلا، سپاه بعد، ابو مهدی، شهید حکیم، شهید دقایق. یه قطعه ایه ولی آثارش ماندگاره. ممنون، تشکر. خدا انشالله هممون عاقبت بخیر کنه، شما هم ما هم بعد از 120 سال شهید شیم. از اینکه وقتتون در اختیار ما قرار دادید، امیدوارم مفید باشه، تکراری نبوده باشه. اون بودی که امسال مند نظر من بود که تفاوت ما و امریکا در یک بازده 40 ساله، اینو الان کمتر بهش توجه میکنه و فکر میکنیم امریکا الان مثلا قدرتمنده و با ما داره این بازی ها و این جنگ ترکیبی میکنه. در اوج قدرت که بود نتونست، الان که هیچ. درست. خیلی ممنون، تشکر. از بینندگان عزیزمونم تشکر میکنم که تو این دو سه جلسه صحبت های ما در حوزه استکبار سازیوس شنیدن و ما خواستیم از ابعاد مختلف، چه تاریخی، چه از درون امریکا، چه افرادی که تو این واقع دست داشتن، این واقع رو بررسی بکنیم. آنچه که از درون این مصاحبه ها در میاد میتونه راهگشای جنبش دانشجویی تو آینده و حالش باشه. انشالله که بتونن استفاده بکنن. از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید تشکر میکنم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. واقعا بعضی هنوز فکر میکنن که طرف غربی نگران بمب اتم ایران. سیاست خارجی آمریکا که ما الان صحبت کردیم همین دیگه، یک نظمی اونجا وجود داره، یک رؤسایی وجود دارن، هدفشون ثروت و خشونت بی حد و حساب، برای همین میگن رژیم آمریکا رژیم مافیایی هستش. بیشه برنجام به نظرم یک بحث اجتماعی و فرهنگی است. شما چیش رو میخواید احیا بکنید؟ یه مسئله اساسی هم اون نقطه این که آقا روش تمرکز داره. ما مترمون چه در نقد دولت، چه در کمک به دولت و چه در نظارت به دولت، تلاش برای حل مشکلات مردم باید باشه. یه موقعی میگیم فلان حلقه فاسده، یه موقعی میگیم فلان جریان های فاسد وجود داره، یه زمانی میگوییم کل ساختار سیاسی در مرداب فساد فرو رفته. ببین اینها التماس حضرت امام رو کردن پیش از انقلاب، امام یک دستخط در تایید اینا ننوشت. اینها رو یک جریان مجاز برای مبارزه نمیدونه، برای مبارزه. حالا این جریان رو در ساختار سیاسی مجاز بدونه؟ اصلاح طلب بعد گذاشته 5 سال متوجه شدن چیزی برای عرضه به جامعه نداره. نشستن با کسی مثل سید حسن آقای خمینی هیچ فضیلتی رو ایجاد نمی‌کنه در حل کوچکترین مشکلی از مردم. در دولت شهید رجایی این جمله برای من یادگار مونده، میگه الان وضع به گونه ایست که ملت دولتن و دولت ملت هست. امکان تحقق توافق خوب تقریبا وجود نداره. من اینم به شما میگم، همین الان توافق بشه عمرش تا آبان ماه. من اساسا چنین ایده ای رو قبول ندارم، یعنی من چون ایده دولت آشتی ملی و اینا رو قبول ندارم. ما از اول سر بحث احیای برجام خطا کردیم، چه در دولت‌های روحانی چه در دولت‌های
بیسی. من احساس میکنم تو مسئله گفتمانی یک باری به دوش جریان نخبگانی ما، جریان دانشجویی ما، جریان طلبگی ما هستش اینجا کمک بکنه به دولت. من خدمت شما گفتم غنی‌سازی 20% جلوی مذاکره رو نگرفت. غنی‌سازی 20% مذاکره رو ایجاد. هیچ جای دنیا حالا مذاکره منجر به لغو تحریم نشد. ما یه مسیر رو می‌خوایم بریم که قبل از ما هر کشور دیگری رفته نشده.